رسیدیم به آخرین ترک و آخرین ویدیو ریاکشن ویدیو از این آلبوم، آلبوم خفن بهرام و سورنا، خون خورشید. یکی از یکی خفن تر فیوریت ترک من، اگه بخوام بگم یا ترک اولش یا ترک دومش خیلی خفن بودن، ترک چهارمش از لحاظ بیتی به نظرم برای من حداقل بهترین پروداکشن و ملودی خیلی باحالی داشت کلا. و رسیدیم به ترک آخر سنگسار. اگه سابسکرایب نکنی حتما سابسکرایب بکنید، کامنت و لایک هم فراموش نشه. بریم ببینیم که ترک سنگسار چطوری است. پروڈاکشن این ترک هم با اشکان موسوی. 5 دقیقه و 20 ثانیه. تو روز مرگ زندگی چیزی من چک کنم. تو روز مرگ زندگی تو صحرای خشک، تن بیابون زیر شلاق خورشید، روز مرگ حرکت تو باد امید، جمعیتی منتظر به فرمان مرگ. ببینی چقدر قشنگ ستاپ داستانو داره توضیح میده، لوکیشن چیه، جو چیه، قشنگ استاد داستان سراییه. تو روز مرگ زندگی تو صحرای خشک، تن بیابون زیر شلاق خورشید، روز مرگ حرکت تو باد امید، جمعیتی منتظر به فرمان مرگ. زنی رو کشیدن با سوزه بلند، از خط خونش تو خاک خسته، یه کلاغ نشست رو بوتهای گز، یه سواری ساد با مویه های اسبش، سنگ ها دست ها رو سرزنش میکردن، زمین گشت خندید به خندقش، زن رو کشیدن به مسلخ و زمین نون و بلعید تو گردنش. همین که فرو شد یه لحظه سکوت شد، یکی گفت بکشید این فاحشه رو، پرتاب شروع شد. آجی دا خب این داستانی آجی، من پرشان فقط ریختی که نهای بهرام قرار داستانی بخونه. تا الان فهمیدیم که یه بیابونی داره توصیف میکنه که یه سری مردم توش وایسادن، گرمه، به قول شلاق خورشید خیلی باحال بودن استاری که استفاده کرد، یه زنی اون وسطی که افتاده رو زمین، بهش میگن طرف فاحشه است و سنگسار زدن، سنگ زدن بهش شروع شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زنه میگن فاحشه. گفت بکنش، همین که فرو شد یه لحظه سکوت شد، یکی گفت بکشید این فاحشه رو، پرتاب شروع شد. سنگ اول نفرت و زد به گونش، آه کشید، کلاغ از بوته ها بلند شد. سنگ دوم شونش شکست، کلاغ چرخید دور بوته های گز. سنگ سوم شکست دندونای زن رو، سوار افتاد از این با مویه های اسبش، یه بچه تو جمع منجمد شد قلبش، نظامی رفت سمتش دندون داد دستش، صداش زد بزن حسار، جمع رفت کنار. یه جورایی این پارالل موازی با داستان محسنی احساس میکنم. رو سوار افتاد از این، یعنی میگه اینقدر این چیز بد بود این سوانه‌ای که ما دیدیم، که حتی کسایی که اون اطراف بودن اینوالو مستقیم، مثلا خود اون زنه نبودن، اون کلاقه، اون اسب، اون سواره، اونا هم منجمد شده بودن که چه اتفاقی داره میفته. دور بوته های گز، سنگ سوم شکست دندونای زن رو، سوار افتاد از این با مویه های اسبش، یه بچه تو جمع منجمد شد قلبش، نظامی رفت سمتش دندون داد دستش، صداش زد بزن حسار، جمع رفت کنار، پرتاب کرد دندون رو با فشار، تاب خورد و ایستاد دقیقا با ماسه گونه های زن، همه چی آروم بود تا یک سنگ محکم از جمعیت خورد توی چشای زن، زانوی کودک شکست روی خاک و سر زن به روی شونه ها شکست. میاد سرمای زوزه به سرات، کرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار، شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرخسیم با هم فردای روز اتفاق. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار، شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرخسیم با هم فردای روز اتفاق. دوباره کشتن جاده رو، تموم کردن یه مراسم ساده رو، دا شنیدن صدای گریه های نوزاد، جمع گفت چار کنید نوزاد و مادر رو، پیشوا گفت که میسپاریم به دنیا، شب درازه با تیز دندون گرگا، جمع قبول کرد این پیشنهاد و کم کم پیش گرفت راه اتحاد. میاد سرمای زوزه به سرات، وای قشنگ، وای به آلبوم گوزنه و کم نمیدونم، این رویای منه ولی خیلی دارم امیدوارتر میشم، چون آخرین ترک از این آلبوم هست، شاید شیر شروع آلبوم سورنا باشه که بهرام هم توش هست و اون خب بیشتر وای به خود بهرام داره، خود سورنا داره با اون داستان سراییاش. کم پیش گرفت راه اتحاد، میاد سرمای زوزه به سرات، کرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار، شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرخسیم با هم فردای روز اتفاق.
یاد سرمای سوزه به سلات گر یه زخمی بزن دوباره پوزه به شکار شرح حال ما نبرد بود با پوچی میرخسیم با هم فردای روز اتفاق برو پخ شد رو زهر تابنده انگار که اتفاقی نیفتاده بود یه تصویر مپم پشت کوره را هزده یه سوار و کلاق و نوزاد آینده وسط کویر تنهایاشون خون زن چسبیده کف دمپایاشون با پاهای خونی میرن سمت ده و خیالشون راحته که این اوج همکاری این دو نفره. چرا؟ چون دارن روایت دارن داستان روایت میکنن. سورنا برام دارن یه فیلم برامون میسازن. این اوج همکاریه به نظرم. کف دمپایا وسط کویر تنهایاشون خون زن چسبیده کف دمپایاشون با پاهای خونی میرن سمت ده و خیالشون راحته که شب میخوابن آروم دست میندازن روی شونه های هم به هم میگن عاقبت زن چه سیاه بود غافل از این که یه جسد کافی نیست واسه این همه گرگ وسط این همه بیابون گرگ رد پاها رو میگه خوشحالن که مثلا حالا یه زن بدکاره اگه تو دهمون بوده این هم زدن کشتن سنگسارش کردن افتاد مرد و گرگا اومدن خوردنش غافل از این که این همه گرگ فقط دنبال یه جسد نیستن فقط یکی رو بخورن تموشه دو تازه بیشتر هار میشن برن بیشتر بخورن نیست واسه این همه گرگ وسط این همه بیابون گرگا رد پاها رو میبینن جری میشن رد خون رو میگیرن توله هاشونن و کوچیکن گشنن گله گنده است وحشی و درشتن همه با هم را میفتن آخر تصمیم مشخص مسیرم که راحت ده معلومه همون جای ته جاده است و راه خیلی دور نمیرسن زیر یه ساعت بومیا بوی گل و آهن چه ترکیه این ترک با اختلاف میگم به خاطر اینکه دو نفر دارن با هم فیلم سازی میکنن فیوریت منه بعد از این ترک خون خورشید بعدش مهلکه اون ترک 3 و 4 بعدی باشن تنظیر یه ساعت بومیا بوی گل و آهن همه خوابن پنجره ها بازن خونه ها کوچیکن همه تو اتاقن این واسه یه گرگا بو کردن قسمتی از بیت شد دقت کردی خیلی دور نمیرسن زیر یه ساعت بومیا بوی گل و آهن همه خوابن پنجره ها بازن خونه ها کوچیکن همه تو اتاقن این واسه یه گرگا یه شکار ساده است دور چراغا میچرخن پروانه ها جیر جیرک ها میخونن آواز بیچاره ها گوشت نرم نوزاد قبلی مزه کرده گرگا میرن یه راست به سمت گهواره ها میپرن نخواب مادر و پریشون جیغ میکشن که گرگا زدن شبیخون مردای ده با سنگ کف دستشون که باقی مونده از مراسم همین امروز ولی این سنگا این دفعه چقدر ضعیفن با سنگ نمیشه این گرگا رو بکنن بیرون برق میزنه تو شب چشم سرخشون میفته تیکه یه همون سنگایی که اون دختر زدن کشتن میگه اینا سنگا ضعیفن گرگا نمیتونه کاری بکنه سنگ نمیشه این گرگا رو بکنن بیرون برق میزنه تو شب چشم سرخشون میفته تیکه های گوشت نوزاد لب دندون وقتی وحشت میگیره همه جا رو همه قبول میکنن اولین ایده ها رو یکی سر چوبش رو آتیش زد و اوورد گفت فقط با آتیش میشه ترسون گرگا رو دستاش ترس یخ کرده بود و لرزید چوب دستش افتاد تو هم همه ی زوزه ها چقدر این شعله ها وحشی و سریع اناخ چقدر خشک و پوشالی ان دیواره این خونه ها من از اون دور دیدم رقص بدن ها رو دیدم آتیش عدالت گرفته فضا رو اشک شوقم چکید روی آل اسبم وقتی بوی گوشت سوخته پر کرد هوا رو دیدم منقار لاش خار کلاغا رو دلم واسه مردم این ده که نسوخت هیچ یه آتیش کوچیک روشن کردم و تماشا کردم زیبایی انتها رو این داستان ادامه دارد این داستان ادامه من مطمئنم همون چیزی که من گفتم قرار اتفاق بیفته این که بیان آلمان با داستان شروع نکردن آلمان با داستان تموم کردن این عجیب نیست من میگم این شروع داستانی بود که قراره توی آلبوم سورنا با بهرام روایت بشه این حدس منه واو اصلا پشمام ریخته بود شما که این آلبوم گوش دادین چرا نگفتین از سنگسار ریاکشن برو همه گفتین مهلک سنگسار مثلا با اختلاف بهترین ترک آلبوم بود واو حتما نظرتون توی کامنت سکشن بنویسید و بنویسید آیا نظری دارید که این دو نفر بازم با هم قرار همکاری داشته باشن یا نه و اینکه به ترتیب 5 تا ترک مورد علاقتون بنویسید ببینید که چقدر می‌سنین من گفتم فیوریت ترک من ترک سنگسار بعدش خونه خورشید اون چی میگن دلیوری عجیب غریبی که سورنا داشت بعد مهلکه و
بعد بین فکر کنم بعد گرگامیش بعدم شب شعر بیداری. عجب آلبومی بود پشمام، میگم تازه من یه بار گوش دادم شاید 90 درصد کارم نفهمیده باشم، ولی برای بار اول هولی شت. شما حتما نظرتون توی کامنت سکشن بنویسید تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.